خودم فکر میکنم که همه آدمای دنیا میتونن بازیگر بشن، اگر که آگاه باشن میتونن اینو ادامه بدن، و اگر فقط غریزی باشن و نه آگاه فقط یک بار میتونن بازی کنن. بازیگری که آگاهانه این کارو میکنه بازیگره. من میتونم مثلا با بچه یه جوری حرف میزنم، میگم چطوری؟ با مادر بچه میگم حال شما چطوره؟ من در این حال دوبار دارم بازی میکنم و این در طول روز اتفاق میفته. با مادرم که حرف میزنم میگم حال شما چطوره؟ امروز چی کار کردین؟ با سبزی فروش محلمون که حرف میزنم میگم اصغر آقا حال شما خوبه؟ با یه فاصله. پس من در طول روز مدام دارم بازی میکنم ناآگاهانه. تمام نابازیگرایی که وارد سینما و عرصه بازیگری میشن از غریزه‌شون استفاده میکنن، غریزه عکس العمل در لحظه. این که من میدونم با شما چجوری حرف میزنم، با ایشون چجوری حرف میزنم، اگر یه حیوان بیارن چه برخوردی میتونم باهاش بکنم، همه اینا وقتی یک بار میتونه اتفاق بیفته میشه نابازیگر، میشه غریزی. اما اگر تو آگاه باشی و دانش کنترل این حسات رو داشته باشی و دانش تقسیم این حسات رو داشته باشی، میتونی همیشه ازش استفاده کنی و میشی بازیگر. برای همین بازیگرایی که غریزی وارد سینما میشن تا ابد از اون غریزهشون استفاده میکنن و یک جور بازی میکنن. اما بازیگرایی که آگاهانه از غریزهشون بهره میبرن تا ابد میتونن متفاوت بازی کنن. برای همینه که من خودم یه دافعه‌ای دارم راجع به این که میگن نابازیگر و بازیگر. نابازیگر به نظر من اصلا وجود نداره، همه میتونن بازی کنن. بازیگر علمی، تکنیکی، آگاه هر کسی نمیتونه باشه. فقط کسی میتونه اینجوری بازی کنه که دانششو داشته باشه و آگاهانه بازی کنه جلوی دوربین. من فکر میکنم مهمترین چیز اینه که ما غریزه‌مون رو پرورش بدیم.